روزم روزه های کوچه است، کوچه ای سرد، کوچه ای تاریک، کوچه ای سنگی و قبارآلود، کوچه ای تنگ، کوچه ای باریک. بارها گفتم خدا نکند راه یاسی به لال چیل نخورد، بین این کوچه ها خدا نکند که در این جا زنی زمین نخورد. سخته با اگه بشه چی میشه؟ یا سرش میخورد به دیوارش، یا که از زخم سنگ میشکند دست ها، هم اگر شود حایل بین این راه تنگ میشه گرد. ولی ای وای بر سرم آمد کوچه خالی زرفت آمد شد، چادر مادرم به دستم بود که در آن کوچه راه ما سر. بین دیوارهای بی احساس ازدحام حرامیان دیدم، پنجه ها مشت و دست ها سنگین، سایه ای را در آسمان دیدم، قد کشیدم به روی پا، اما حیف دستش گذشت از سر من. آخ مادر، دستش گذشت از سر من، چشم من تار شد و گم می شد بین گرد و غبار. مادر کجایی؟ مادر 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 آخ وای مادر، وای مادر، وای مادر، تا الان صد بار گفتم، صد بار رد شدی، جلو چشمت مادرتو بزنن، زورتم نرزه، قدتم نرزه، کاری هم نتونی بکنی، مادر تو از زمین بلند کنی، اونم کی؟ مادر مامزن.
ببینید من درست میگم یا نه. اگه زنی زمین بخوره قبل از این که بلند شه اول حواسش اینه چادرش کنار رفته یا نرفته، اول چادرش رو سرش تنظیم میکنه، چادرش را به سر کشید و سپس تکیه بر شانم به سختی داد. خواست مادر که خیزد از جایش ولی این بار هم زمین افتاد. سادات ببخشم منو گوشه کنار بچه‌ای از زهرا دست بر خاک می کشید. چرا با دو چشمان تار چاره نبود، چادرش را تکاندم و دیدم. های ببخشن گوش پرخون و گوشواره نبود. گفتم برات روزه پشت در میخونم سه شب، میشه یه عمری روزه پشت در خون. یکی اینجا گفتن گوشواره، یکی هم تو نامش نوشته. چنان نواخدم به صورتش دیدم از زیر مقنعه گوشواره رو زمین افتاد. گوشواره شکست، دونه دونه قطعاج رو زمین افتاد. ای امان بیا بریم خونه مادر. به بابا چیزی نگو جان مادر، به حق فاطمه فرج آقامون برسان.